آقای فرهاد همدانی تحصیلدار و کارمند یک شرکت بازرگانیه. اون سالها تو این شرکت فعالیت کرده و به قول خودش به چم و خم امور وارده. آقای همدانی چند وقت پیش از طرف مدیرعامل شرکت مأمور ترخیص یک سری کالا از گمرک شده بود تا در غیابش این کار رو به سرانجام برسونه، کاری که هیچ وقت انجام نشد و کالاها در گمرک باقی موند. حالا آقای حسین ابراهیمی، مدیر و صاحب شرکت بازرگانی، از فرهاد همدانی کارمندش شکایت کرده که با سهل‌انگاری در ترخیص کالاهای فاسد شدنی به اون مبلغ 2 میلیارد تومان خسارت وارد کرده. خسارتی که آقای همدانی به هیچ عنوان زیر بارش نمیره. آقای حسین ابراهیمی. بله آقای قاضی، حسین ابراهیمی. شما آقای همدانی هست. چی همدانی؟ علی. علی همدانی. صاحب شرکت شما ای؟ نه، ایشون هست. بله آقای قاضی. شما شکایت کردی از آقای همدانی بابت اهمال در انجام وظایف محوله. مدعی است ایشون با انجام ندادن وظایفش 2 میلیارد به شما خسارت زده. درسته؟ بله، کاملا درسته. چی بوده 2 میلیارد؟ چجوری بهت خسارت زده 2 میلیارد؟ آقای قاضی اجازه است؟ من 30 میلیون قرار بود سرجم برای این کاری که دارم انجام میدم از ایشون بگیرم. نخواستم آقا. من از حقم گذشتم اصلا. ولی دیگه نمیفهمم 2 میلیارد ضرر و زیان برای چیه؟ نه، نمیخواد از حقت بگذری. بذار اصلا ببینیم داستان راجع به چیه؟ چرا شما این خسارت رو زدی؟ بله. برای منم جالبه برام ببینم اهمال در انجام وظایف محوله 2 میلیارد خسارت چیکار کرده؟ بگو. آقای قاضی، من مدیر عامل شرکت بازرگانی ام. کار شرکتمون واردات و صادرات. یه سری اجناسی هستن که وقتی که وارد میکنیم خیلی حساسن، چون تاریخ مصرف دارن. معمولا برای چی؟ مواد غذایی، مواد پروتئینی، و احتمال داره که فاسد بشه. به خاطر همین کار ترخیص گمرک رو معمولا من خودم انجام میدم، برای اینکه خیالم راحت تر بشه. اما متاسفانه یه چند وقتیه من پدرم درگیر بیماری سرطان هستن. ایشالا خود شفاشون بده. ممنون. و برای دوا درمانشون یه سفر خارجی بود که حتما من باید همراهشون میرفت. اما همه ذهنم مشغول همین آخرین بار گمرکی بود که اومده بود. چی بود بارتون؟ پروتئینی و تخم مرغ و اینجور چیزا. خب میخواستم اول کارو بسپارم به این شرکت‌های ترخیص کالا، این دفترهای ترخیص کالا، که این آقا با من صحبت کرد، گفتش که من این همه سال کنار تو بودم، راه و چاه و بلدم. بلد بودم دیگه، بلد نبودم. بله بلد بودی متاسفانه. چیه منصب ایشون توی شرکت شما؟ ایشون کارمند ساده هستن آقای قاضی. کارمند ساده هستن؟ بله، تحصیلدار تقریبا توی شرکت میشه گفت. کارمند اداری. خب تحصیلدار. خب ادامه بده. و اینکه حالا شاید این بر علیه خودم استفاده بشه توی پرونده. چرا بر علیه خود استفاده بشه؟ چون اشتباه کردم آقای قاضی. آها. و من حرف ایشون رو گوش کردم و بهش سپردم. آقای قاضی اشتباهو من کردم. 10 سال بی‌مزد و منت واسه این آقا کار کردم. سگدوشو من زدم، جونشو من کندم، پول رو پولشون گذاشت، الان تازه 2.5 قرطونیمش هم باقی اومده، شکایت هم کرده است. اشتباه من کردم. میذاری من حرفاشو گوش کنم؟ ببخشید. بله بفرم. ادامه بده. خلاصه که من رفتم سفر. کجا؟ آلمان. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ آقای قاضی، من 2-3 هفته اونجا بودم، اما وقتی که برگشتم نه تنها که جنسا ترخیص نشده بود، بلکه ایشون اصلا نرفته بود اونجا سر بزنه و همه فاسد شده بودن. بگم آج آقا، شما وکالت کاری به ایشون داده بودی؟ بله قاضی، من وکالت کاری محدود مدتدار به مدت 3 هفته به علاوه اینکه فقط برای ترخیص همین مورد توی پرونده هست، میتونیم ببینیم. خب من رفتم گمرک، اون تایمی که باید میرفتم رفتم. خب گمرک گفتم باید نوبت بگیری. خب نوبت رفتم میگرفتی. نوبت بگیرم، گفتم باید بری تو سایت ثبت نام کنی نوبت بگیری. خب میرفتی ثبت نام میکردی نوبت میگیری. خب سایت قطع بود. خب من این حساب آدم... اینا رو به یکی بگو که ندونه بلد نبوده. من با شما وسط حرف آقای قاضی نپر، با ایشون دارم صحبت میکنم. ناده این یه قلمو درست گفت واقعا. ببخشید من عذرخواهی میکنم. آقای قاضی آرزو دارم خدمتتون که شما هم وسط حرف من نپر دیگه. ببخشید. خب فکر کردم که
صحبتاتون تموم شد. نه فکر نکن، در لحظه با من باش. معذرت میخوام. بگم شیرین یا بگم خدمتتون این همه آدم در طول روز جنساشون چجوری ترخیص میکنن؟ الان اجازه هست بگم خدمتتون؟ آره بگو. بله. عرضم به خدمتتون که رفتم اونجا گفتم برای دو هفته دیگه بهت وقت میدم. خب برای دو هفته بعد میگرفتی؟ خب دیگه کار با زمان خودش انجام میشد دیگه. دو هفته دیگه خود ایشون تشریف می آوردن، دیگه نیازی نبود اصلا من برم. خب این که دلیل نمیشه برادر من. شما کلا نوبتو نگرفتی، کارو انجام ندادی، چون بهت گفتن دو هفته بعد بیا. اصل قضیه اینه که ایشون اصلا این پولا واسهش پول خورده، این شکایت و این داستانا فقط برای اینکه منو بچسونه، منو سر جام بشونه به قول خودش. آقای قاضی اجازه است من یه چیزی بگم؟ بگو. همه نوبت‌های ترخیص رو من از قبل میگفتم، خانم رجبی منشی شرکت میگرفت، این نوبت هم گرفته بود به اسم شرکت، توی پرونده هست میتونین ببینید. بله درست میگم، منم رفتم اون نوبتی که گرفته بودن، رفتم اونجا گفتن نوبت به اسم ایش، به اسم خودشون رفتن نوبت گرفتن، من رفتم اونجا گفتش که نوبت باید به اسم خودتون باشه دو هفته دیگه. آقای همدانی اینقدر شعور برای من قائل باش. قائلم آقای مگه شما وکالتنامه به نامت نبوده؟ خب بله بله. نوبت به نام کی گرفته بودین؟ به اسم شرکت. خیلی خوب وکالت داشتی دیگه. خب من متوجه نمیشم. نه اون روزی که قرار بود برم گمرک من متاسفانه وکالتنامه رو جا گذاشتم. با شما تا گمرک بلند شدی رفتی وکالتنامه رو جا گذاشتی؟ متاسفانه. حتی عضو موجه دارم. چی بوده عضو؟ حالش بد شد، من نصف شب برداشتم بردمش درمانگاه. من تا صبح درمانگاه بودم، بعدم اومدم بیرون انقدر خسته و داغون بودم که دیگه اصلا رفتم تا گمرک، تازه فهمیدم که دل غافل داشت. چی بوده مشکل خانومت؟ معده درد آقا. معده درد خانم اونم داستان شده، هر دفعه ما برنامه ریزی میکنیم معده دردش برنامه ما رو خراب. مرد حسابی یه آلومینیوم ام جی میگرفتی 2 میلیارد ضرر نمیزنی. مورد خانم من دیگه شما حق نداری اظهار نظر کنی ها. من در مورد بارم دارم حرف میزنم. آیه همدانی برادر من، خانمتو کی بردی دکتر؟ نمیدونم، خودتون حسابشو بکنین دیگه. 1.5 بود تقریبا دردش. بگون به شب دیگه. بله بله. کی اومدی بیرون؟ والا تا پذیرش بشه دکتر بیاد و سونوگرافی و اینا بگم 7 باورتون میشه؟ اصلا من میگم 7م نه، 8م نه، اصلا بگو 9. خدافظ داره من این مدارکی که الان تو پرونده هست، نوبت شما توی گمرک ساعت 11 بوده، 9 هم که میومدی بیرون باز 2 ساعت وقت داشتی، 7 اومدی بیرون یعنی 4 ساعت زمان داشتی. تهران دیگه آدم نمیتونه حساب کتاب کنه. آخه 4 ساعت ما ترافیک هم نهایت 1 ساعت بابت تاخیر. آقا اصلا من میتونم یه چیزی بگم؟ میشه از ایشون سوال بکنین چرا خانم رجبی گفتن نیاد شرکت؟ این معنیش اخراج پرسنل بنده نیست؟ اخراج آقای قاضی، من 2 هفته به ایشون مرخصی دادم، بزرگش میکنه اخراج. 2 هفته به خانم رجبی مرخصی دادم. رو چه حساب این کارو کردین؟ والا من نمیدونم، ایشون حالش بد بود، من خب. گفتم دلم سوخت واسش، گفتم یه مرخصی بره دیگه. شما اگه اجازه داشتین این کارو بکنین، وکالت شما آقا چه وکالتی ایشون؟ فقط وکالت دونه؟ برای ترخیص همون کالا بوده، همین. مدتش چقدر بوده؟ 3 هفته، ولی ایشون نمیدونم چه فاز مدیریت برداشته بودن. آقای قاضی چرا این کارو کردی؟ آقای قاضی من نمیدونم برای چی دارم سر اینم جواب پس میدم، ولی مگه من وکیل قائم مقام و قیم شرکت نبودم؟ اصلا اینجور نبوده. آقا ببخشید من خودشون... میگم که شما متوجه نشدی. خوندی وکالتنامه رو؟ امضا کردی یا نه؟ آقا این یه وکالت کاریه، اونم به مدت 3 هفته، اونم توش اشاره شده به اینکه برای ترخیص کالا از گمرک، میگه ولی و وصی و قیم و قائم مقام. دیگه ایشون نبودم من، یه نمیتونم 2 هفته مرخصی به یه کارمند بدم در این حد؟ نه دیگه اجازه نداشتی، چرا این کارو کردی؟ آقا خانم رجبی اومد گفت من حالم بده، بعد ایشون هم که ماشاءالله شرکت رو با سیستم بردهداری اداره میکنه، نه استراحت نه مرخصی نه اضافه حقوق، فقط کار. منم دیدم خانم رجبی حالش بده، گفتم خانم رجبی کیو داری که کامپیوتر بلد باشه بتونه جاتو بگیره؟ گفت من خواهرم هست. گفتم خب بگو خواهرت بیاد. بنده خدا اینقدرم دعا که حالا من شدم عقده ای، ایشون شده مادر ترزا حامی حقوق مستضعفی. آقای قاضی میدونین چیه؟ ایشون به نظر من نمیخواسته که من ببینم تو شرکتم داره چه اتفاقی میفته. عقده ای وقتی که من برگشتم همه ی کارمندا رو جابجا کرده بود. یعنی آقای قاضی ما یه سری چایساز و قهوه ساز داشتیم، من رفتم دیدم جاش آب میوه گیری گذاشته. واسم مدیریت یادت بدم مرد حسابی. آقای قاضی ایشون خودش قهوه دوست داره، این قهوه ساز رو گذاشته تو شرکت، کسی میاد تو شرکت چش کارمندای شرکت از بس قهوه خوردن نهنگ شده. بعد
من چی کار کردم؟ این قهوه ساز رو برداشتم، یه آب میوه گیری گذاشتم. هر روز آب طالبی، آب پرتقال، آب سیب، هر چی که بخوان در دسترسشونه. راندمان رفته بالا، بازدهش که 20-30% رفته بالا به خاطر همین کارا. راندمان با آب میوه؟ قدر نمیدونن که با آب میوه؟ بعد استیو جابز میکنه. استیو جابز چقدر تو پر روی راندمان بردی بالا. بله. آقای قاضی به نظر من بالا. ایشون میخواسته عمدن به من خسارت وارد کنه. نه نه ببین، اینی که میگی رو باید ثابت بکنی. میتونی بله. ثابت بکنی یا نه؟ بله آقای قاضی، من برای ماجرا شاهد دارم. آقای کرمی راننده شرکت. آه شما راننده شرکت. اون چیه تو جیب شما بابا؟ سیگار آجاقا. چجوری بودی تو دادگاه؟ اینجوری جیبم بود، اومدم تو دیگه. ببخشید. بعد نگشتنت. بیا تو جایگاه وایسا. آقای قاضی، آقای کرمی هم بدبخت 15 سال این آقا داره استثمارش میکنه. بدبخت خودتی. ای. من 15 سال با شرافت برای این شرکت کار کردم، هم از زمان پدرشون هم خودشون. سر وقت حقوقمو دادن، عیدی و پاداشم هم دادن. اینو نمیگن استثمار، آقای همدانی. آقای قاضی، از نظر ایشون من اصلا بریتانیای کبیرم، همه دنیا رو دارم استثمار میکنم. خدا شکر ما اومدیم اینجا، بساط پاچه‌خواری و اینا هم جور شد دیگه. آقا ادب رعایت کن دیگه، سیستم دادگاه ما رو هم عوض نکن. تعریف کردم ازش، اومده آسترکی رو صدا کن. آیا آسترکی؟ بله آسترکی، برای شما. بله جی. مگه شما من بارها نگفتم توی دادگاه من کسی با سیگار و فندک نیاد؟ بله جی. تحویل بگیر. به من چرا نگاه میکنی؟ از ارتباط من سود استفاده نمیدونم. حاجی ببخش. کی خدمت تموم میشه تو؟ مونده حاجی. چقدر مونده؟ 5-6 ماه. امیدوارم. برو. ببخش. لا اله الا الله. بگو آقای کرمی، یه توضیحی بده. خدمت شما عرضم قربان. وقتی که آقای ابراهیمی خواستن برن، به بنده دستور دادن. گفتن در خدمت ایشون باشم، هر جا خواستن برن، بیان، ببرن، بیارم. در کل هواشونو داشته باشم که کار شرکت رو زمین نم. خب ما با ایشون خیلی جا می رفتیم، اما اداره گمرک فقط یک بار رفتیم. کی رفتی گمرک؟ اجازه بدید من هر مسیری رو که میرم یادداشت میکنم، البته برای اصحاب کتاب خودم. هم گزارشی باشه برای آقای ابراهیمی وقتی اومد. میگی سریع تر یه ذره بابا جا. اومد 3 خرداد ساعت 12 رفتیم، 12:30 برگشت. خب ببین بابا جان، شما باید 11 اونجا میبودین، دیر رسیدین. برای چی دیر رسیدین؟ دیر رسیدنش تقصیر من نیست. تقصیر کی بوده؟ قبل از اینی که بریم اونجا جاهای دیگه هم رفتیم. کجا رفته بودین؟ کافی شاپ، رستوران، تره‌بار، بورس. تره‌بار؟ آب میوه گیری به اذن خدا که کار نمیکنه. رفتم میوه خریدم آقا، برای اون بچم تو مسیرم بود دیگه. شاید تو مسیرت استخر بود، بعد میرفتی شنا میکردی؟ شاید هم میرفتم. آخه قرار مهم داشتی برادر من، بعد میرفتی ترخیص کالا تو گمرک. خب میزه یه روز دیگه میرفتی تره‌بار. اون روز ببخشید آقای قاضی، قبل از اینکه بریم گمرک رفتیم کافی شاپ. خب بعد ایشون رفتن تو کافی شاپ، یه نیم ساعتی حدوداً طول کشید. من اومدم دم کافی شاپ بهشون گفتم آقا دیر میشه زمان. ایشون به من گفتن شما تحت امر منی، هر وقت گفتم میریم. برو. همون روزی که خانم تو از بیمارستان ترخیص کردی انقدر استرس داشتی رفتی نشستی تو کافی شاپ کیک و قهوه خوردی؟ حاج آقا این قهوه سازه که این مدت اونجا بود، همه اون احتیاط به قهوه پیدا کرده بودیم، مجبور بودیم بریم یه کافی شاپ که قهوه بخوریم. من رفتم یه استراحتی کردم و بعدم زود اومدم بیرون. دیگه نمیدونم چه اشکالی داره الان داریم میگیم به من. آخه شما میگی من خودم خانمم بردم دکتر، مشکل معده داشته. بله. بعد ساعت 11 وقت گمرک داشتی بعد میرفتی کالا این بنده خدا رو ترخیص میکردی، رفتی نشستی کافی شاپ سر فرصت قهوه و کیک خوردی؟ آه. اصلا به دیر شدن فکر کردی؟ شبش درمانگاه بودم. اصلا من نگران معده خود ایشون هم هستم آقای قاضی.
تمام دو هفته‌ای که من نبودم به اندازه 4 تا عروسی 700 نفره ایشون فقط غذا گرفتن خوردن. ببخشید من از این بعد خواستم غذا بخورم از شما کسب اجازه میکنم حتما. اشتباه است. آقا یه چیز دیگه. شما واسابی میدونین چیه؟ واسابی آره غذای ژاپنی. آفرین. میدونین دیگه ایشون نمیدونن. ایشون طی این مدت فقط 10 بار واسابی سفارش داده. من تو عمرم ندیدم این غذا رو. آقای قاضی ایشون نیست معده‌شون فقط به کله جوش عادت داره غذای جدید که میبینه. ببینم اصلا به من بگو حقوق شما ماهیانه چقدر بوده؟ با اضافه کاری بلوش 5.5-6. خدا پدرتو بیامرزه. ببین یه وعده رستوران رفتی 485,000 تومان غذا خوردی. چی خوردی؟ آقا خب بالا رفتن راندمان هزینه داره دیگه. خریدم برای شرکت. شما رفتی رستوران 485,000 تومان غذا خوردی که راندمان بره بالا؟ رفت خب تهش که 2,000,000,000 تومان بهشون خسارت زدی که. میدونین آقای قاضی به نظر بنده ایشون فقط داشته از امکانات شرکت استفاده اختصاصی میکرده و میخواسته عمدن به من ضرر بزن. من نمیدونم اصلا تو بورس چی کار داشتی؟ آقای قاضی من چند بار رفته بودین بورس آقای کرمی؟ هفته ای لااقل 3 دفعه رو میرفتیم. هفته ای 3 بار میرفتیم بورس؟ خب من با ایشون که نمیرفتم که سر از کارشون در بیارم. من میشستم تو ماشین 3-4 ساعت بعد ایشون میامدن میگفتن بریم. شما از ایشون بشین بابا جا. من بشین. شما از ایشون خواسته بودی که بره بورس سر بزنه؟ نه قاضی من بورس کاری نداشتم. پس برای چی بورس؟ وظیفه خودم میدونستم که برم دیگه. تمام شرکت رو با سر میزدم. سودش هم به خود تو جیب من نمیرفت که سودش تو جیب ایشون میرفت دیگه. میگه من نخواستم از ایشون. آخه گرگ وال استریت تو ضرر نمیزدی نمیخواست سود برسونی. جد و آبادت درست صحبت کن. آقا حیوان دیگه. آیون. حالا ما هم صحبت نکنی. ببخشید. رو با من حرف بزنی. بله چشم. عرض کردم من رفتم که سهامای شرکت رو سر بزنم. سودش هم در نهایت تو جیب ایشون میرفت. حالا اومدن شکایت هم کردن از من. دستم نمک نداره. خیلی شیرینی. ممنون. لطفت. باور کن خیلی. مرسی. آقای کرمی. بله قربان. من سوال ازت بپرسم؟ استدعا میکنم. بفرمایید قربان. آقای قاضی من حتی امضای پای سیاه قلمش هم خودم براش انداختم. خب خانم اومد کیک و دید برداشت برد. چرا همون لحظه به من نگفت که اینو دوست نداره شبیهش نیست؟ شما باید میرفتی شکایت میکردی. آقای قاضی طرح کیک اصلا شبیه نامزد من نبود. من کی به شما گفته کاری که ایشون با شما کرده کلاهبرداریه؟ خانواده نامزد من به خاطر گندی که تو زده بودی سرشون رو بلند نمی‌کردن. اگه سرشون رو بلند نکردن چرا همون لحظه نگفتی؟ چرا اومدی هرچی از دهنت در اومد به ما گفتی و رفتی؟ چرا شبش نیومدی؟ فرداش نیومدی؟ گذاشتی 2 روز بعد اومدی گفتی؟ پسر 2 روز بعد نامزدی به نامزد. پسره به نامزدت میگی پسره؟ به تو ربطی نداره. رسما بهشون اتهام زدی. این جرمه. به نظر شما ایشون عمدن سعی کرده به قرار ساعت 11 تو گمرک نرسه؟ بله آقای قاضی من اینطوری تشخیص دادم که ایشون وقتی که کافی شاپ رفتن من گفتم دیر میشه گفتن که من 15 سال تو این شرکت حمالی کردم دویدم نه افزایش حقوق داشتم مساعده خواستم مساعدتم به ام ندادن وعده داده حالا که اون مشکلات منو درک نمی‌کنه منم برام مهم نی دیر بشه به این خاطر میگم عمدن ایشون می‌خواستن دیر برسه. خیلی از شما ممنونم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. با اجازه. آقای قاضی من به حرفای ایشون قبول. من گفتم عصبی هم بودم بالاخره کنترل حرفم دست خودم نبود دیگه. گفتم ولی گفتم ایشون اضافه حقوق منو ندادن. مساعده رو ندادن ولی خب قصدی در کار نبوده واقعا ایشون هم آقای کرمی هم جای پدر منه ایشون هم که 10 ساله دارم براش کار میکنم عین برادر دوستش دارم واقعا حالا یه اتفاقی افتاده دیگه یه اتفاقی که نباید افتاده ببین گوش کن برادر همدانی خیلی هم دوست داشتنی هستی ولی یه چیزی رو بذار بگم
ببین بابا جان، الان با توجه به مستندات پرونده، گفته های آقای کرمی و گفته های خودتون، تخلف شما برای من اثبات شده. توجه ای؟ شما تو انجام وظیفه‌ای که بهت محول شده بوده اهمال کردی. خدا خیرتون. شما یه وظیفه‌ای بهت محول شده بوده، قصور عمدی کردی. متوجه هستی؟ عمدی نبود. خب الان برداشت من اینه. بله. علم من میگه تقصیر شما عمد بوده. نظرتون محترمه ولی عمدی. خیلی خوب. 2 میلیارد تومان به این بنده خدا خسارت خورده. باید ضرر زیانش رو جبران بکنی. آقای قاضی من به خودی یه وکالت گرفتم یه کاری رو انجام بده، همیشه میشد، این دفعه نشد دیگه. طبق قانون هر موقع، هر زمان، هر جا آسیبی به موکل از طرف وکیل برسه، وکیل مقصره، باید ضرر زیانش رو جبران بکنه. اینجوری حق من ضایع میشه آقای قاضی. میخوای حق ایشونو؟ نه راضی نیستم ولی خب با چی؟ یه جوری بالا با هم دیگه کنار میایم، دست به دست هم میدیم تو شرکت، سعی میکنیم جبران کنیم این خسارت رو. بخوای دست به دست هم بریم واسابی بخوریم. 2 میلیارد خیلی آقای قاضی، اگه بشه ولی یه جوری با هم دیگه. من نمیدونم عزیز من، اون موقع که تو کافی شاپ نشسته بودی قهوه میخوردی کیک میخوردی، باید ببین فکر میکردی دیگه، اصلا برات مهم نبوده. بنده خدا اومده به تذکر داده، گفته آقا دیر میشه نمیرسیم. گفتی چی؟ گفته چی؟ گفته تحت امر منی؟ من شما تحت امر منی، هر وقت گفتم میریم. عجله نکن. جفتگیر شده بودم حالا هیچ. خب حالا جفتگیر میشه، حالا 2 میلیارد هم بهش میدی؟ سند داری یا نداری؟ ضامن داری یا نه؟ اندازه 2 میلیارد ندارم. نه. پس هستیم اینجا در خدمتت دیگه. ما غذا واسابی و اینا نداریم، ولی چی داریم جعفر غذا؟ اونجا قرمه سبزی باشه. اشاره که باب ملت باشه دیگه. بگو بیاد آقای آج سرکی. حلاجی آقای قاضی میشه یه تجدید نظری بکنید؟ ممنون آقای قاضی. خسته نباشید. خواهش می‌کنم. جناب قاضی من میتونم مرخص شم؟ چرا نمیتونی؟ خواهش می‌کنم. بفرم. اون سیگارت هم دمه در از آسترکی بگیر ولی ترکش کن. چشم قربان. بفرم. ببخشید.